هر کسی که از حریم مرزهای من تجاوز کند میخورد. و بدانید هر کاری میکنیم میگوییم. آمریکا نیروی بیشتری به منطقه میفرستد. ایران از پاسخ نامحدود به حمله احتمالی میگوید. در 60 دقیقه امشب میپرسیم در حالی که همه میگویند قصد جنگ ندارند، این شاخ و شانه کشیدن ها برای چیست؟ همچنین در برنامه امشب اخیراً حکم مرضیه امیری و عاطفه رنگریز اعلام شده که احکام بسیار سنگینی برای آنان تعیین شده. از بازداشت‌های گسترده تا انتشار شایعه و تهمت علیه کسانی که به سیاست‌های حکومت ایران انتقاد دارند، جنگ روانی علیه منتقدان در ایران را چه کسانی هدایت می‌کنند؟ پدیده کنکور که منحصراً در انتهای این جریان آموزشی قرار گرفته و تمام نظام آموزشی ما رو به گروگان گرفته است. کنکور محکی مناسب برای سواد دانش آموزان یا بلای جان نظام آموزشی؟ بازداشت دختری که گفته شد دانشجوی قلابی است به بحث فروش صندلی در دانشگاه ها دامن زده. و سومین قهرمانی در آسیا، تیم ملی والیبال ایران استرالیا را شکست داد. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. این روزها حرف از جنگ بسیار است. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید ایران آماده است و تا آخر ایستاده. وزارت دفاع آمریکا از تقویت نیروهای خود در عربستان و امارات متحده عربی خبر داده. یک مقام ارشد سعودی هم تاکید کرده که اگر ایران در ماجرای حمله به تاسیسات نفتی شرکت آرامکو دخیل باشد، هزینه اش را خواهد داد. او البته گفته شکی ندارد که سلاح به کار رفته ایرانی است و حمله هم از شمال عربستان انجام شده. ولی تا همینجا اقتدار عربستان و اعتبار آمریکا لطمه ای اساسی ندیده. همه بازیگران میگویند که قصد جنگ ندارند، ولی دلیل این چنگ و دندان نشان دادن ها چیست؟ بیشتر در این باره حرف میزنیم. اول گزارشی از بهرنگ تاجدین. یکی سوراخ شده، چند تای دیگر کاملا سوخته اند. بقیق بزرگترین تاسیسات پالایش نفت دنیا بود، ولی حمله های یک هفته پیش آن را به خرابه ای تبدیل کرده. هنوز سر آن که حمله کار که بوده اختلاف است. شورشیان حوثی یمن میگویند این آتش را پهپادهای آنها به پا کردند، ولی عربستان و آمریکا معتقدند کار موشک‌های کروز ایران بوده. این حمله با تسلیحات ایرانی انجام شده، در نتیجه ما ایران رو مسئول اون میدونیم. حمله بی سابقه که نه فقط عربستان که همه جهان رو هدف گرفت. ضربه به تامین انرژی در بازار جهانی روی همه کشورها و مردم دنیا تأثیر منفی میذاره. به همین خاطر که این رو حمله علیه بشریت میدونیم. حالا آمریکا تصمیم گرفته نیرو به عربستان اعزام کند. برای جلوگیری از تشدید تنش، عربستان خواهان حمایت بین المللی برای محافظت از زیرساخت‌های حیاتی شده. امارات هم کمک خواسته. در پاسخ آقای رئیس جمهور با اعزام نیروهای آمریکا موافقت کرده. نیروهای دفاعی که تمرکز اصلیشان روی دفاع ضد هوایی و ضد موشکی است. ما همچنین سرعت فرستادن تجهیزات نظامی به عربستان و امارات را برای افزایش قابلیتشان برای دفاع از خود بیشتر می‌کنیم. فرمانده سپاه پاسداران می‌گوید اگر کار ایران بود پنهان نمی‌کرد. ما می‌زنیم. هر کسی که از حریم مرزهای من تجاوز کند میخورد. و بدانید هر کاری میکنیم میگوییم. ما هم اراده عمل داریم، هم زبان گفتن و به عهده گرفتن مسئولیت اقداماتی که انجام میدهیم. سه ماه پیش بود که ایران یک پهپاد آمریکا را در نزدیکی تنگه هرمز سرنگون کرد. فرمانده ارتش ایران میگوید آمریکا پیغام داده بود که بگذارید به صورت سمبولیک تلافی کنیم. ایران گفت نه. اونها به نظرم میرسه حرف این بود. ما مثلا
یه دونه میزنیم دیگه هم کاری نداریم. آره همینجوری. آره یه دونه میزنیم دیگه هم کاری نداریم. شما هم جوابی ندید. شما هم کاری نداشته باشید تموم میشه دیگه این دعوا تموم میشه. گفتیم آقا ما یه دونه بزنید 10 تا میزنیم. رئیس جمهوری آمریکا میگوید تصمیم گرفته به جای اقدام نظامی ایران را تحریم کند. من معتقدم تحریم جواب میده. البته اقدام نظامی هم جواب میده. ولی اون روش خیلی شدیدی برای بردنه. هیچ کس نمیتونه در زمینه نظامی ما رو شکست بده. کسی حتی نمیتونه از این جهت به ما نزدیک بشه. آمریکا فعلا تصمیم گرفته بانک مرکزی ایران را تحریم کند. وزیر خارجه ایران که به نیویورک رفته میگوید این کار باعث نرسیدن غذا و دارو به ایران میشود. تحریم بانک مرکزی بیش از هر چیز نشون دهنده استیصال آمریکاست. به خاطر اینکه آمریکایی‌ها هر تحریمی که میتوانستند علیه ایران انجام دادن، الان کاری که دارن میکنن اینه که بانک مرکزی که قبلا تحریم شده بود رو با یک عنوان دیگری تحریم میکنن. البته این اقدامشون نشون دهنده تلاششون هست برای اینکه مانع بشند از خریدهای بین المللی ایران، از رسیدن غذا و دارو به مردم ایران. در یمن حوثی‌ها پنجمین سال تصرف صنعا، پایتخت این کشور را جشن گرفتند. 5 سالی که شاهد جنگ این گروه مورد حمایت ایران با ائتلاف به رهبری عربستان بوده. آنها میگویند آماده‌اند حمله به خاک عربستان را متوقف کنند. اعلام میکنیم که حمله به سرزمین‌های سعودی با پهپاد، موشک‌های بالستیک و دیگر انواع حمله را متوقف میکنیم و منتظر میمانیم که سعودی‌ها هم این لطف را جبران کنند و اعلام کنند که همه حمله‌های هوایی به یمن را متوقف میکنند. دیگر متحد منطقه ایران هم به عربستان گفت راه محافظت از تأسیساتش عقب نشینی از یمن است. نصیحت من این است که دوباره و به دقت فکر کنید، چون حمله به ایران یک قمار نیست. آنها شما را نابود می کنند. ادامه جنگ یمن آشوب بیشتری ایجاد می کند و شما شکست می خورید. در یک حمله نیمی از تولیدتان را از دست دادید. یک حمله دیگر پایان کار شماست. خود دارید. کارگران کار بازسازی تأسیسات بقیق و خوریس را شروع کردند. عربستان امیدوار است تا آخر ماه سپتامبر، یعنی تقریباً 10 روز دیگر، این تأسیسات فعالیت را از سر بگیرند. ولی بعید نیست عواقب این حمله تا مدت‌ها در کل منطقه ادامه داشته باشد. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. مایکل پریجنت، پژوهشگر ارشد مرکز تحلیل سیاسی نظامی هاتسون، مشاور پیشین ارتش عراق و همینطور مشاور پیشین اطلاعاتی جنرال دیوید پتریوس، مدیر سابق CIA از واشنگتن دی سی با ما هستند. آقای پریجنت، خیلی ها میگن که سقوط پهپاد آمریکایی و غافلگیر شدن عربستان سعودی هر دو نشون دادن که آمریکا و متحدانش بسیار آسیب پذیر هستند. شما چی فکر میکنید؟ امیدوارم که صدای من رو آقای پریجنت بشنوند. سوالم رو دوباره میپرسم. آقای پریجنت، خیلی ها میگن که سقوط پهپاد آمریکایی و همینطور غافلگیر شدن عربستان در حمله اخیر نشون میده که آمریکا و متحدانش هر دو بسیار آسیب پذیر هستند. شما چی فکر میکنید؟ بله، هر دو کشور متوجه خطری که از جانب جمهوری اسلامی وجود داره شدند و برای همین ایالات متحده داره سپر دفاعی هوایی رو در عربستان کارگزاری میکنه که بتونه جلوی حملات از جنوب ایران و جنوب عراق از طرف ایران رو بگیره و ایالات متحده این توانایی های عربستان رو بیشتر خواهد کرد تا جلوی حملات رو بگیره تا موفقیت اونها رو کم بکنه و بعد تحریم ها رو اضافه میکنه. تحریم بر بانک مرکزی ایران چیزی بود که حکومت ایران انتظارش رو نداشت، چیزی بود که ما 2 سال بود ازش درخواست میکردیم. تحریم بانک مرکزی ایران بیشتر از هر ضربه نظامی میتونه اثر داشته باشه، چه برای ساقط کردن و پهپاد آمریکایی، چه برای حمله به تأسیسات نفتی عربستان. آقای پریجنت، بانک مرکزی قبلا هم تحریم شده بود، الان گویا دوباره تحریم شده، ولی تا همین حالا هم عربستان سعودی 10 میلیارد دلار هزینه کرده، از آمریکا مشخصا سلاح خریده. چرا این سلاح‌ها تا اینجا مؤثر نبوده؟ برای اینکه این سلاح‌ها قرار بودش که
از متوجه حملاتی که از جنوب از طرف حوثی‌ها میشه از خودش دفاع بکنه، نه طرف ایران. ایران الان انقدر احساس اعتماد به نفس میکنه که اروپایی ها هیچ کاری نمیکنن و برای همین حاضر هستن که از یک پایگاه موشکی خودشون در جنوب ایران به حاکمیت ملی عربستان و تاسیسات نفتی و کشور حمله بکنن. قدرت توانایی ضد هوایی عربستان برای جلوگیری از خطر حوثی‌ها در جنوب بود. حالا این همین سلاح‌ها اونجا کارگزار خواهد شد تا از حملاتی که از شمال میاد بتونه از عربستان محافظت کنه. ایران البته قبول نداره، میگه که در این حمله دست نداشته، حوثی‌ها این کار رو کردن. در هر صورت تا چه اندازه قدرت بازدارندگی عربستان سعودی به اندازه‌ای هست که بتونه جلو حمله رو بگیره؟ بسیاری از تحلیلگران مسائل نظامی میگن که سیستم‌های پاتریوت، سیستم‌های دفاع موشکی در برابر مثلا موشک‌های کروز یا پهپادها کار نمی‌کنه. حرف شما بله کاملا درسته. ضد هوایی پاتریوت نمیتونه جلوی پهپادها از یک جای محافظت بکنه. ما سیستم هایی رو به کار اونجا کارگزاری خواهم کرد که بتونه جلوی پهپادها رو بگیره. پاتریوت ها باید بتونه موشک هایی که خیلی از فاصله های بالا میان رو هدف قرار بده. برای همین دفاع ضد هوایی عربستان الان به روز خواهد شد و بتونه جلوی تهدیدهای جدید رو بگیره. حالا چه حمله از جانب جنوب عربستان باشه، شمال عربستان باشه، از ایران باشه، از یمن باشه، به هر حال اینها توسط سپاه پاسداران بوده، با تجهیز و آموزش‌های سپاه پاسداران حمله انجام شده. برای همین در تحلیل نهایی ایران مسئول این حمله هستش. هیچکی باور نمی‌کنه که ایران مسئول نیست. فقط بعضی‌ها نمی‌خوان اون گام‌های لازم رو علیه جمهوری اسلامی ایران بردارن، برای اینکه خیلی از می‌ترسن. و من هم میگم جنگ با ایران دقیقاً همین شکلی است که الان می‌بینید. آقای پروجیت، اگر حوثی‌ها قادر نبودند تأسیسات نفتی عربستان سعودی رو هدف قرار بدن، چرا سیستم بازدارنده شما به سمت جنوب بوده که اشاره کردید؟ فرمودید که تمام این سیستم ها طوری طراحی شده بود که جلوی حمله حوثی ها رو بگیره، ولی از طرفی هم میگید که حوثی ها چنین توانایی ندارن. نه، حرفی نیست که من زدم. حوثی‌ها این توانایی‌ها رو دارن، اونها موشک‌های اسکاد حمله کردن به طرف عربستان، موشک‌های مختلف شلیکن. اون چیزی که من دارم میگم که ایالات متحده فکر نمی‌کرد که شبه نظامیان هشت و شعبی در جنوب عراق یا از بالای خطاب از عراق بخوان حمله بکنن. بله، این مایه شرمندگی آمریکاست. برای اینکه ما در عراق رفتیم علیه داعش عمل کردیم، ولی بعد حالا می‌بینیم که هشت شعبی داره علیه متحدان آمریکا از طریق جنوب سوریه و جنوب عراق دست به حمله ها میزنن و کشورهای همجوار رو مورد تهدید قرار میدن. و حالا اون توانایی های نظامی به طرف شمال هم متوجه خواهند شد که جلوی حملات شمال رو بگیرن و طرف دیگه جلوی حملات از جنوب رو هم بگیرن، چه از هشت شعبی در شمال عراق باشه، چه از حوثی‌ها در جنوب باشه، هر کس که بتونه تأسیسات نفتی عربستان رو مورد هدف قرار بده. بعد از حمله اخیر عربستان سعودی به شدت تحت فشار بوده. رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با ولیعهد بحرین گفت که حاضریم از عربستان سعودی حمایت کنیم، ولی به شرطی اونها هزینه‌اش رو هم بپردازند. از پول، حرف پول به میون آورد. به نظر شما این باعث ناامیدی متحدان آمریکا در منطقه نمیشه که در چنین شرایطی رئیس جمهوری آمریکا حرف از پول میزنه؟ وقتی شما دارین یه توانایی دفاع هوایی میدید، بالاخره بعد هزینه شو بدن. وقتی سلاح میفروشید بعد هزینه شو بدن. این که بالاخره یه چیز متعارف هستش. عربستان سعودی متحد آمریکاست، جمهوری اسلامی دشمن آمریکاست. نه مردم ایران، ولی رژیم ایران یک دشمن قسم خورده آمریکاست. بله، من قبول دارم عربستان سعودی اصلا محبوبیت نداره، یک متحد آمریکاست که اروپایی ازش خوششون نمیاد، خیلی آمریکایی‌ها خوششون نمیاد از عربستان، ولی یک متحد ضروری است. ولی جمهوری اسلامی ایران یک دشمن قسم خورده است. ما داریم سرمایه های زیادی رو در داخل عربستان قرار میدیم، سرمایه زیادی رو در تنگه هرمز قرار میدیم، سرمایه زیادی رو در اسرائیل قرار میدیم، تمام این سرمایه های نظامی رو در منطقه قرار میدیم تا بتونیم جلوی حملات و تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران رو بگیریم. در نهایت
فکر نمی کنید که شاید این نوع حمایت نظامی جواب نده، شاید باید آمریکا روش خودش رو عوض کنه؟ شما اشاره کردید که سیاست های آمریکا در عراق از جهتی شکست خورد. بله، کاملا حرف شما درسته و به خاطر ناکامی های ما در عراق و افغانستان هست که جامعه بین الملل الان به ما اعتماد نداره، نمیخوان وارد یک جنگ دیگه بشن به رهبری آمریکا، برای اینکه نگاه میکنن به ناکامی های ما در عراق و افغانستان. عراق ما کاملا شکست خوردیم، ما عراق رو عملا دو دستی تحویل جمهوری اسلامی دادیم، من این رو قبول میکنم، ولی اینی که من حرفشو میزنم جنگ نیست. ما که نمیخوایم به ایران حمله بکنیم، ما میگیم قابلیت های دفاعی عربستان در برابر تهدیدات ایران اضافه بکنیم، تحریم ها رو بر ایران اضافه بکنیم. حزب الله لبنان که دنبال جنگ نیستش که الان ما نگران حمله به اسرائیل باشیم، و الان هم به هر حال اسرائیل داره حمله میکنه به تمام پایگاه های ایران در سوریه. ما کاری که میکنیم اینه که همچنان به حمایت خودمون از متحدان خودمون ادامه میدیم، این حملات رو جذب میکنیم و کارهای این حملات رو پایین میاریم و بعد تحریم ها اضافه خواهیم کرد. فراموش نکنیم بانک مرکزی ایران یک نهاد بسیار بزرگی است، جمهوری اسلامی انتظارش رو نداشت. بله، بانک مرکزی قبلا تحریم شده بود، ولی اون به خاطر برنامه هسته‌ای تحریم شد، ولی این به خاطر بحث تروریستی الان تحریم شده. این خیلی بدتره. تحریم های مربوط به تروریست خیلی سخت هستن که لغو بشن و این خودش خیلی مهم هست، میتونه تعیین کننده باشه. خیلی کوتاه اگر جواب بدید ممنون میشم. آقای پروجیت، سال هاست که تحریم بخشی از سیاست آمریکاست. اگر کار به اینجا رسیده که خود شما ادعا میکنید با یک ضربه ایران بخش بزرگی از تولیدات عربستان سعودی رو از کار انداخت، این تحریم ها در آینده ممکنه چه نتیجه‌ای بده؟ ما باید نگاه بکنیم به اون چیزی که خود جمهوری اسلامی داره میگه. خود جمهوری اسلامی داره میگه که تحریم ها مؤثر هستند. خود رهبری ایران هر روز در اطلاعاتی که میگیره، گزارش هایی که میگیره، بهای مرغ رو میگیره، بهای تخم مرغ رو میگیره و میبینه قیمت اینها بالا رفته و مردم ایران خسته شدن از این 40 سال سوء مدیریت اقتصاد توسط این حکومت و امیدوار هستند که تحریم های آمریکا به استراتژی تبدیل بشه. من نمیدونم استراتژی واقعا وجود داره یا نه. استراتژی آمریکا فعلا این هستش که خویشتنداری نشون بده در برابر حملات، کارایی حملات رو کم بکنه. بله، تولید عربستان رو کم کردن، ولی این تولید دوباره ظرف یک هفته از سر گرفته خواهد شد، دفاع ضد هوایی عربستان تقویت خواهد شد. ولی تحریم کردن بانک مرکزی ایران چیزی نبود که جمهوری اسلامی انتظارش رو داشت، این یک سوء محاسبه از طرف حکومت ایران بود. ما دو سال بود دنبال این قضیه بودیم. ممنونم از مایکل پروجن، پژوهشگر ارشد مرکز تحلیل سیاسی نظامی هاتسون، مشاور پیشین ارتش عراق و همینطور مشاور پیشین اطلاعاتی ژنرال دیوید پترایوس، مدیر سابق CIA. فساد خرابی‌ها در تأسیسات نفتی عربستان در حمله روز شنبه به بحث‌های زیادی در مورد ناکارآمدی دفاع موشکی عربستان دامن زده. دفاع موشکی که ستون اصلی آن سیستم دفاع موشکی پاتریوت ساخت آمریکاست. کسرا ناجی در گزارشی می‌گوید آسیب‌پذیری دفاعی عربستان در مقابل موشک‌های کروز و پهپادهای کوچک رهبران این کشور را نگران کرده. گوشه ای از یک فیلم انیمیشن ساخت عربستان سعودی. اینجا ستاد فرماندهی دستور آتش موشک های پاتریوت رو میداد برای هدف قرار دادن موشک هایی که از ایران به طرف عربستان می آیند. در دنیای واقعی اما موشک های پاتریوت عربستان نتوانستند هفته گذشته از حمله به تأسیسات نفتی عربستان جلوگیری کنند. حتی یک موشک هم در دفاع شلیک نشد. ناکارآمدی این سیستم دفاعی حالا باعث نگرانی رهبران عربستان است که علی‌رغم میلیاردها دلار هزینه تأسیسات حیاتی این کشور را آسیب پذیر می‌بینند. آمریکا اما تصمیم گرفته که موشک‌های پاتریوت بیشتری به عربستان و منطقه بفرستد. علی‌رغم این ناکارآمدی در مقابل تهدید موشک‌های کروز و پهپاد. باید بگم که هیچ سیستمی نمیتونه به تنهایی در مقابل چنین تهدیدی کارآمد باشه، ولی یه سیستم دفاعی چند لایه میتونه از خطرات تا اندازه زیادی کم کنه، به خصوص در مقابل امواج پهپادها یا انواع دیگه حملات احتمالی ایران. به گفته سخنگوی ارتش عربستان، ایران در مجموع 25 موشک و پهپاد به تأسیسات نفتی عربستان شلیک کرد.
این بقایای آنها 18 پهپاد و 7 موشک کروز که 3 موشک عمل نکرد و در بیابان افتاد. موشک هایی که به گفته کارشناسان در ابعاد کوچک در ارتفاع کم پرواز میکنند و پهپادهای کوچک که موتورشان را میشود از علی بابا به قیمت 1500 دلار خرید. به گفته کارشناسان موشک های پاتریوت برای دفاع در مقابل این نوع حملات طراحی نشده و به خصوص در مقابل تعداد زیادی از آنها در آن واحد میتواند ناکارآمد باشد. ضعف بزرگ دفاعی عربستان در مقابل شیوه جنگ غیر متقارن. کسرا نجی، بی بی سی. گفتگوی داریم در همین زمینه با دو تحلیلگر. سعید آگنجی، تحلیلگر مسائل سیاسی امنیتی ایران از هلسینکی فنلاند با ما. آقای آگنجی، معتقدند که یکی از مهمترین دلایل که آمریکا انگشت اتهام رو به سوی ایران گرفت، پنهان کردن ضعف سیستم پدافند موشکی پاتریوت که عربستان سعودی میلیاردها دلار بابت آن به آمریکا پرداخت کرده. دامون گلریز، پژوهشگر مسائل سیاسی از لاهه، با ماست. آقای گلریز، معتقدند که حکومت اقتدارگرای ایران که دستور حمله به تأسیسات نفتی آرامکو را دادن به علت ضعف در داخل به دنبال شدت بخشیدن به قدرت نمایی خودش برای دامن زدن به مقدمات لازم برای تغییر رژیم در عربستان سعودی هستند. گفتگو رو با آقای آگنجی شروع می‌کنم. آقای آگنجی، سال اول من اینه که عربستان ضربه کاری خورده، ایران، آمریکا هم البته خب بسیار ناراحت و نگران هست، تا اینجا چیزی نگفتن، ولی واقعا اگر یک دفعه یک حمله نظامی صورت بگیره جمهوری اسلامی چه خواهد کرد؟ زمین عطو سلام. یکی از موضوعاتی که کارشناس اول برنامه شما ارسان داشتن و اشتباه هستی و یا عمدن این رو اشتباه عنوان میکنن اینه که سیستم های پاتریوت که در عربستان مستقر هستن، در چند هفته قبل از اینکه عملیاتی در برق و خوریز انجام بشه، چند عملیات پهپادی در خمیس مشید و نجران انجام شده بود که موفقیت آمیز بود و به فرودگاه ملک خالد حمله شد و تأسیسات نظامی اونجا را هدف قرار داد. این در صورتی که سیستم های پدافندی پاتریوت در اونجا مستقر بودن و نتونستن حتی این حمله پهپادی که در 35 کیلومتری ریاض بود رو دفع کنن. در حال حاضر آمریکا به دلیل اینکه دنبال این هست نشون بده یک دشمن بزرگ به عربستان حمله کرده و در یک ابعاد بزرگ بوده، انگشت اتهام طرف ایران گرفته تا بتونه این ضعف پدافندی که سیستم‌های پدافندی موشکی پاتریوت دارن و میلیاردها دلار بابت اون از عربستان گرفته رو بپوشونه. موضوعی هست که خیلی کمتر و کمرنگ‌تر. شما می‌فرمایید که حتما کار حوثی‌ها بوده این حمله، درسته؟ هیچ چیزی امکان نداره که در حملات موشکی که یا پهپادی که انجام میشه و هنوز موقعیت شلی که اون مشخص نیست تو کسی نظر قطعی بده. ولی یک نکته ای رو من فقط اشاره کنم که خیلی مهم هست، اینه که آقای ترامپ فردی بسیار هیجانی و فردی هست که در آن تصمیم میگیره. ما شاهد هستیم که در هفته گذشته، در دو هفته گذشته، بحث انتشار تصاویر ماهواره بری که توسط ماهواره جاسوسی آمریکا گرفته شده بود، بلافاصله که جزء اسناد امنیتی بود، بلافاصله توسط آقای ترامپ منتشر شد که مورد شماتت و انتقاد بسیاری از سیاستمداران و نیروهای امنیتی قرار گرفت. اگر چنین اطلاعات دقیقی رو در مورد ایران داشتن که محل شلیک از سمت ایران بوده و محل شلیک و محل پرواز پهپاد از سمت ایران بوده، مطمئن باشید به خاطر اینکه حتی اروپایی‌ها رو هم همراه خودشون کنند، این اسناد رو تران منتشر کرده. شما میفرمایید که مدرکی ندارن، اگر مدرکی داشتن حتما اون مدرک رو ارائه میکردن. آقای گلریز، یک جنگ اگر بخواد صورت بگیره از نظر شما رئیس جمهوری آمریکا رو در چه موقعیتی قرار میده؟ چون رئیس جمهوری آمریکا البته که میگه به دنبال جنگ نیست، ولی آقای آگنجی اشاره کردن که آقای ترامپ فردی دمدمی مزاجه. اگر چه این تصمیمی بگیره چی میشه؟ درود بر شما بینندگان عزیز و آقای آگنجی گرامی. همونطور که شما فرمودید، به گمان من جمهوری اسلامی به خاطر فشارهای فزاینده‌ای که در داخل از نظر اقتصادی، گزارشاتی که از اعتراضات مردمی و همچنین نوعی همزادخوری که بین مقامات به وجود اومده،
همه اینها این ضعف رو به وجود آورده که در برای واکنش نسبت به این ضعف صحنه رو ببره به بیرون از ایران، به مرزهای ایران و این حملات رو انجام بده. این مهم نیستش که حالا شما سندی دارید که محکمه پسند باشه، مهم این هست که افکار عمومی و کشورهایی که در این منازعه درگیر هستند اعتقاد داشته باشند که آیا این حملات توسط جمهوری اسلامی انجام شده یا توسط مثلا حوثی‌ها. و به نظر میاد که جامعه جهانی به این نتیجه رسیده تا حدودی که حملات از طرف ایران انجام شده و این بسیار خطرناک. سوال من اینه که بسیار میگن که یک جنگ در شرایط فعلی تأثیر زیادی بر موقعیت رئیس جمهوری آمریکا میگذاره که بالاخره در یک سال آینده با انتخابات روبروست. این تأثیر رو شما به چه شکل ارزیابی میکنید؟ تقویت موضع آقای ترامپ یا تضعیفش؟ ببینید آقای ترامپ این داستان دمدمی مزاج بودن و اینها یه مقدار دیگه واقعا بعد از 3 سال به نظر من باید با دقت بیشتری بهش نگاه کرد. آقای ترامپ در این 6 ماه گذشته با برند صلح طلبی بیشتر بهش نگاه میشه، با خیشتنداری بیشتر. مسئله پهپادها مطرح شد، پهپاد امریکایی که توسط جمهوری اسلامی ساقط شد، با خیشتنداری باش برخورد شد. البته خبرها و گزارش‌ها هستش که این خیشتنداری برمیگشت به این معنا که مقامات جمهوری اسلامی به خصوص فرماندهان بلندپایه که می‌دونید فرمانده هوافضای سپاه هم این رو تایید کرد که نیروهای آتش به اختیار این کار رو انجام دادن، مخالف این ساقط کردن پهپاد بودن. امروز ولی داستان آرامکو فرق می‌کنه و اعتقاد دارن که ایران پاش رو بیشتر از گلیم خودش گذاشته و به تعبیر دیگه آقای موسوی، من به نظرم میاد که جمهوری اسلامی در زمین استراتژیک پابلیک دیپلماسی یا افکار عمومی آمریکا داره بازی میکنه، به این معنا که اگر ما نزدیکتر بشیم به انتخابات در آمریکا، تاریخ آمریکا هم نشون داده که رئیس جمهوری که مجبور بشه به خواست مردم خودش، مثل جنگ عراق بعد از 11 سپتامبر یا جنگ‌های دیگه که در تاریخ آمریکا هست، مجبور بشه که به یک حمله دست بزنه، چیزی که به نظر میاد که هر روز داره اجتناب ناپذیرتر میشه احتمالش، این اجبار انتخابش رو تضمین میکنه و اینجوری نیستش که لزوماً یک حمله‌ای که بخواد دستگاه بازدارندگی ایران رو برای تغییر محاسبات خودش به معادله دیگه‌ای مجبور بکنه، به این معنی هستش که انتخابات 2020 به ضرر ترامپ باشه. یعنی اگر نزدیک انتخابات اتفاقی بیفته که افکار عمومی امریکا به این نتیجه برسه که امریکا باید از خودش دفاع بکنه، بعد اون وقت داستان فرق میکنه و موضوع 2020 انتخابات ریاست جمهوری اون وقت به نفع امریکا اتفاق میفته. و نمونه میگم تاریخیش هم هست، نمونه جنگ عراق هست و حمله‌ای که باعث شد که حتی بعد از این حمله در سال 2005 دوباره یا 2004 بود، حالا دقیقا یادم نیست، ولی دوباره آقای بوش پسر انتخاب میشه. بله، خیلی وقتا هست که وقتی رئیس جمهوری در آمریکا جنگ رو شروع کرده، محبوبیتش دست کم برای یک مدت کوتاه خیلی بالا رفته، بهره برداری انتخاباتی هم ازش شده. آقای آگنجی، موضع آقای ترامپ اینطور که آقای گلریز میگند از سر پختگی و بلوغ سیاسیه؟ به جرأت میگم خیلی، به دلیل اینکه آقای ترامپ با وجود اینکه بسیاری از سیاستمدارها، تحلیلگران داخل آمریکا، رسانه‌های جریان اصلی و بسیاری از تحلیلگرهای امنیتی آمریکا از آن داشتند که برجام برای حفظ امنیت خاورمیانه است و برجام دستاوردی هست که میتونه خیلی از منافع دنیا رو تأمین کنه، اما آقای ترامپ شاهد هستیم که از این توافقنامه خارج میشه و تحریم‌هایی رو اعمال میکنه که امنیت، معیشت و سلامت مردم رو در بر میگیره. ما نباید به نظر من مخاطب رو فریب بدیم. جنگ با عراق یا جنگ با افغانستان با جنگ با ایران بسیار متفاوته. در حال حاضر حتی سیاستمداران آمریکا هم دارن تاکید میکنن که دولت ترامپ داره به خاطر عربستان و اسرائیل وارد جنگ میشه، نه منافع مردم آمریکا. این چیزی هست که در حال حاضر خود داخل آمریکا داره گفته میشه. من تعجب میکنم بسیاری از تحلیلگران ایرانی تاکید میکنن که دولت آمریکا به خاطر منافع خودش داره این کارو میکنه. خیر، در حال حاضر میلیاردها دلار تسلیحات توسط عربستان سعودی خریداری میشه که اگر این تسلیحات خریداری نشه به اقتصاد آمریکا ضربه میخوره و دولت ترامپ هم تضعیف میشه از نظر اقتصادی و از نظر موقعیتی که در
آمریکا داره. آقای گلریز؟ بله، ببینید، من اولا شما پرسش رو به نظر من متفاوت از چیزی که من گفتم پرسیدید از آقای آگنجی. من عرض کردم خدمتتون که در این 6 ماه گذشته واکنش‌های آقای ترامپ برند و خویشتنداری ایشان رو خیلی بیشتر نشون داده، بعد از ساقط کردن پهپاد، کشتی‌ها و همچنین الان اتفاقی که امروز افتاده. و این خب یک فاکته، نمیشه کسی ازش منکرش بشه. حالا ما اگر ترامپ خوشمون میاد خوشمون نمیاد بحث دیگری است. در مورد موضوع بحث حمله نظامی به ایران، ببینید، امریکا پنتاگون بودجه سالی 700 میلیارد دلاره. کل بودجه ایران در کلیتش، بودجه نظامیش که کمتر از 700 میلیارد و کل بودجه ایران کمتر از یکی از ایالت‌های دست چندم امریکا نیست. به گفته 6 سال پیش خود آقای ظریف، یک بمب آمریکایی میتونه سیستم نظامی ایران رو ساقط بکنه. اینها واقعیت هاست، با شعارهای شیعه متافیزیکی نمیشه جلو رفت. و کاری که الان ایران به نظر میاد که بخش قدرتمند نظام دنبالش هست، همونجور که شما هم در مقدمه فرمودید، این هست که بخواد سیاستی رو دنبال بکنه که هم بخش متافیزیک شیعه خودش رو بتونه تغذیه بکنه و هم از نظر نظامی به نوعی بشه بگیم دنیا رو گروگان بگیره از نظر اقتصادی، یعنی شاهرگ اقتصادی و از طریق نفت دریای سرخ و همچنین عربستان، و اون هم ساقط کردن رژیم عربستان هست، رژیمی که با اون وقت مسلمانان شیعه بتونن با یک هدف متافیزیکی عملا بتونن به خانه خدا در مکه دست پیدا بکنن. حالا اینکه این اتفاق بیفته یا نه، ما در مورد جمهوری اسلامی خب سراغ داریم که از این جور توهمات خیلی زیاد اتفاق میفته، ولی اگر امریکا اقدام بکنه، یعنی اراده بکنه و بخواد وارد یک حمله نظامی بشه که من امیدوارم هیچ وقت این اتفاق نیفته، مسئله ایران اون وقت و از نظر نظامی اون وقت دیگه واقعا نباید دیگه قضیه رو شوخی گرفت و اتفاقا مردم رو آگاه کرد که این موضوع اون وقت دیگه بحثش خیلی فرق میکنه. میدونید، هشدار به زمان جنگ جهانی دوم، اتفاقی که در هیروشیما و ناکازاکی افتاد هنوز خاطرمون هست. امریکا قدرت اول نظامی دنیا و فقط هم بحث اقتصادی نیست. آقای آگنجی، خیلی کوتاه، در حد 30-40 ثانیه بیشتر وقت نداریم، شما و همینطور آقای گلریز هم باید ازشون یه سوالی بپرسم. از این ضربه هایی که وارد شده به نیروهای آمریکایی یا متحدان اونها، میشه گفت که گام هایی برای اینکه مذاکره رو شروع بکنند و دست بالا هم داشته باشند؟ در حال حاضر ایران در چند ماه گذشته پیش قدم شده و بارها گفته که حاضر با کشورهای حاشیه خلیج فارس پیمان عدم تعرض امضا کنه، اما این کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای خصوص عربستان سعودی هستند که حاضر به امضای چنین توافقی نیستند و تنش‌ها در منطقه رو خیلی بیشتر می‌پسندن، به خاطر اینکه بتونن منافع بیشتری رو داشته باشن، به خاطر اینکه نفت ایران زمانی که تحریم میشه اونها فروش بیشتری دارن و سودهای بیشتر حاصل نشون میشه. من یک موضوعی رو فقط بگم، خیلی کوتاه میگم، بعد اینجاست که ما قدرت نظامی و قدرت موشک ایران رو بسیار دست کم میگیریم. از این گونه نیست که فکر کنیم آمریکا میتونه با قدرت، بله قدرت نظامی اول آمریکا سر دنیا، اما زمانی که در منطقه‌ای داره بازی میکنه که در منطقه‌ای هست که خود ایران اونجا ساکن هست و سالها هست که موقعیت جغرافیایی و نفوذ گسترده‌ای در خاورمیانه داره، قطعاً ضربه خیلی مهلکی خواهد خورد و باعث میشه که جایگاه جمهوری خواها و به خصوص ترامپ نزد افکار عمومی آمریکا هم ضربه شدید بخوره. به خاطر همین هست که تا الان هم آمریکا دست به جنگ نزده. تحلیلگرهای پنتاگون بارها گفتن که در بازی جنگی که بارها طراحی کردن اتفاقهای بسیار گسترده‌ای خواهد افتاد در خاورمیانه. اجازه بدید که من همین نکته از آقای گلریز بپرسم، خیلی کوتاه. آقای گلریز، آقای آگنجی میگن آمریکا خودش رو در تیررس قرار داده، کوتاه لطفا. آمریکا خب چند هزار مایل با ایران فاصله داره، در صورتی که ایران میدونید محاصره نیروهای آمریکایی است و من هیچ شکی ندارم که ایران جمهوری اسلامی موشک‌های متعددی داره، شبه نظامیان رو داره و طبیعتاً واکنش نشون خواهند داد، ولی میدونید مقایسه واقعاً مقایسه مالفارقی است، مقایسه نیروهای نظامی آمریکا. ببینید بعد از با ایران، بعد از، من کوتاه میگم، بعد از اسقاط پهپاد آمریکایی، امریکا با هک کردن بانک اطلاعاتی دریایی سپاه عملا باعث این شد که نتونن کشتی ها رو و نفتکش ها رو در خاورمیانه بخوان بهش تعرض بکنن. خب این یه واقعیتیه.
و نمیشه خیلی واقعا با کلمات نمیشه جنگید، باید با واقعیت ها جنگید. امیدوارم هیچ وقت جنگ نشه در ایران، امیدوارم هیچ حمله ای نشه، خیشتنداری بشه، ولی به نظر میاد که جمهوری اسلامی به خاطر ضعف در درون به دنبال این هست که بتونه نیروهای خودش رو، بحث ناسیونالیستی داخل ایران رو، بحث شوبینیستی داخل ایران رو، ضد عرب بودن ایرانی ها رو، عملا همه اینها رو بر علیه تغییر رژیمی در عربستان رقم بزنه. ولی من فکر میکنم در نهایت در زمین استراتژیک دیپلماسی عمومی آمریکا کار میکنه که در اون ترامپ به عنوان یک برند صلح طلب و در نهایت ائتلاف گسترده‌ای بر علیه جمهوری اسلامی شکل خواهد. ممنونم از دامون گلریز، پژوهشگر مسائل سیاسی از لاهه، و همینطور سعید آگنجی، تحلیلگر مسائل سیاسی امنیتی از هلسینکی فنلاند. بابا سران کشورها از امروز وارد نیویورک شدند تا در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد و اجلاس تغییرات اقلیمی شرکت کنند. وزیر خارجه ایران هم دیروز به اونجا رفت. بهمن کلباسی از آنچه این هفته در مرکز توجه رهبران جهان خواهد بود گزارش میدهد. سفری که از پیش از ورود هیئت ایرانی با تنش همراه بود و جواد ظریف از همان آغاز بر پیش شرط‌های ایران برای هر گونه مذاکره با دونالد ترامپ پافشاری کرد. که آمریکایی‌ها نمیتونن همزمان از تروریسم اقتصادی و یا به قول خود آقای ترامپ جنگ اقتصادی علیه ایران این رو ادامه بدن و سیاست فشار حداکثری رو دنبال کنن و همون وقت هم بخوان پشت میز مذاکره قرار بگیرن. همزمان آقای ترامپ گفت وقت جنگ نظامی نیست، اما جنگ اقتصادی ادامه می‌یابد. کاخ سفید همچنین خبر داد که رئیس جمهوری آمریکا در سفرش به نشست مجمع عمومی سازمان ملل با رئیس جمهوری فرانسه که این روزها به میانجی اصلی میان تهران و واشنگتن تبدیل شده دیداری نخواهد کرد. نشانی از تنگتر شدن روزنه دیپلماسی پس از حملات به تأسیسات نفتی در عربستان. کاهش امید به گفتگو و مذاکره خانواده های آمریکایی بازداشت شده در ایران را هم مستأصل تر کرده است. همسر جیو وانگ، استاد مشاور چینی تبار دانشگاه پرینستون آمریکا که برای پژوهش در مورد تاریخ ایران به تهران سفر کرده بود و 3 سال است در زندان اوین به سر می‌برد، یکی از آنهاست. اومدم اینجا تا از دولت و مردم ایران بخوام به ما کمک کنن. شوهر من نه سیاسیه نه جاسوسه، بلکه یه دانشجو و پژوهشگر ساده است که درباره تاریخ ایران تحقیق میکرد. حقش نیست به خاطر دعوای ایران و آمریکا گروگان گرفته بشه. او 3 سال من و پسر بچه 6 سالش رو ندیده. برای رهبران و مقامهای ارشد 193 کشور که آرام آرام به اینجا میآیند، تنش‌های بی پایان ایران و آمریکا نه جدید است و نه البته تنها موضوع مهم. از تغییرات اقلیمی تا دعواهای تجاری و جنگ‌هایی که سبب ویرانی و مرگ و میر شدن، همه نیازمند بحث‌های جدی و راه حل‌های فوری هستند. سازمان یونیسف برای برجسته کردن هزینه انسانی درگیری‌های نظامی 3758 کیف مدرسه را در محوطه مقر سازمان ملل به نمایش گذاشت. هر کدام نماد یک کودک یا نوجوان که در جنگ‌های مختلف کشته شده است. فعالان جوان تغییرات اقلیمی که دیروز در سراسر جهان از جمله اینجا در نیویورک تظاهرات کردند، هم در این چند روز همه تلاششان را می‌کنند تا کاهش فوری گازهای گلخانه‌ای در اولویت رهبران حاضر در نشست سازمان ملل قرار گیرد. یاسمین انصاری در دفتر دبیر کل سازمان ملل یکی از هماهنگ کنندگان این تلاش هاست. جوانانو از دور بر دنیا دارم میارم به نیویورک برای اولین بار، که جوانایی که خیلی فعال هستن روی این مسئله بیان اینجا داخل سازمان ملل و راجع به کارهایی که میکنن حرف بزنن، بهشون فرصت بدیم که با رئیس جمهورهای مختلف حرف بزنن، با وزرا حرف بزنن، با رئیس های شرکت های مختلف حرف بزنن و تغییرات اقلیمی یه چیزیه که همین الان مسئله است و بزرگترین مسئله‌ایه که برای ما و برای آدمایی که سن ما هستن این چیز خیلی مهمی است. و دانشمندا گفتن که جایی مثل ایران تا سال 2100 اصلا ممکنه نشه توش زندگی کرد. برای همین این واقعا یه مسئله که همین الان یه چند سال ما فقط وقت داریم که کار واقعی انجام بدیم که بتونیم یه شانسی داشته باشیم که به اون بدی که فکر میکنیم نشه.
فرصت کوتاه برای مقابله با بحران که سازمان ملل برای درک بهتر عموم از آن تصاویر تأثیر تغییرات اقلیمی از 9 منطقه جهان را در گوشه دیگری از شهر به نمایش گذاشته. از جمله عکس‌های سلماز دریانی که خانواده‌اش نسلاً در نسل در ساحل دریاچه ارومیه زندگی کردند. از گرمایش زمین تا خطرناکتر شدن رویاروی ایران و آمریکا روی میز سران در نشست این هفته سازمان ملل و جامعه جهانی، به ویژه جوانان که به جای حرف این بار منتظر عمل هستند. بهمن کلبوسی، بی بی سی، نیویورک. ماجرا از یک دفاع شروع شد. بعد از خودسوزی سحر خدایاری مشهور به دختر آبی، مقابل دادگاه انقلاب تهران پروانه سلحشوری ضمن همدردی با این زن جوان از ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها این گونه انتقاد کرد. او تنها دختر آبی نبود، سحر دختر ایران بود، در جایی که مردانش برای زنان تکلیف تعیین می‌کنند و ابتدایی ترین حقوق انسانی را از آنها سلب می‌کنند و زنانی که علیه زنان در این ظلم آشکار مردان را همراهی می‌کنند. همه ما در حبس و سوختن سحرهای این سرزمین مسئولیم. این پیام روی سایت توییتر باعث شد انتقاد رسانه‌های محافظه‌کار و بعضی از نماینده‌های اصولگرا بیشتر بشه. بعد هم فضایی از اتهام علیه خانم سلحشوری شکل گرفت که دامنه این اتهام‌ها به ادعاهای علیه اعضای خانواده او هم گسترش پیدا کرد. از جمله شایعه هدایت یک باند گسترده ماساژ در تهران توسط برادرزاده‌های این نماینده مجلس، شایعه که باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیما هم اون رو منتشر کرد، البته با بازنشر پیام‌های منتسب به دو نماینده مجلس بر روی سایت توییتر. خانم سلحشوری و برادرش هر دو این خبر رو تکذیب کردند. از نظر اونها دلیل این ادعا هم همون انتقادهای یک خانم سلحشوری در مورد حضور زنان در ورزشگاه‌ها مطرح کردند. اما چرا پروانه سلحشوری؟ اون نماینده تهران و بارها نطق‌های انتقادی در مجلس داشته. یکی از تازه‌ترین اونها اعتراض به صدور احکام سنگین برای بازداشت شدگان روز کارگر بوده. خانم سلحشوری گفته که در شرایط موجود به دلیل بستن دهان منتقدان اثری از جمهوریت در ایران باقی نمونده. و عاطفه رنگریز اعلام شده که احکام بسیار سنگینی برای آنان تعیین شده است. 10 سال و 11 سال زندان به همراه شلاق برای حضور در یک اعتراض خیابانی. افسوس آنجاست که برای اختلاس مانند متهم سامن الحجج فقط 15 سال حکم میدن. به راستی این است عدالت اسلامی. خانم سلحشوری قبل از این هم درباره موضوعاتی مثل فساد سازمان یافته در ایران، بازداشت‌های گسترده یا حجاب اجباری حرف زده بود. در سال‌های اخیر البته فشار بر منتقدان در ایران بیشتر شده، خصوصا چهره‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی فعالیت مؤثرتری دارند. گفته میشه که انتشار شایعه به منظور تحریک احساسات عمومی علیه اونها به شکلی سازمان یافته انجام میشه، ولی آیا اینطوره؟ چه کسانی پشت این نوع از جنگ روانی هستند؟ همکارم حسین باستانی اینجا در استودیو با ماست. آقای باستانی، آیا اسناد یا شواهدی وجود داره؟ با چه قطعیتی میشه گفت که چنین شایعه سازی هایی کار یک سازمان یا گروه یا به شکلی سازمان یافته؟ سازمان یافته بودن این به نظر میاد که الان دیگه رمز پنهانی در داخل حکومت نیست. یعنی نهادهای ارگانهایی در سطح حکومت به صراحت این رو عنوان میکنن و به عنوان بیلان کاری خودشون بر اون تاکید میکنن. مثلا اگر خاطرتون باشه اخیراً فرمانده بسیج، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، او به صراحت اعلام کرد که 1000 گردان سایبری سازماندهی شدن برای فعالیت در فضای مجازی. خب مشخصه که ما داریم از یک تعداد بسیار زیاد صحبت می‌کنیم، شاید حتی چند صد هزار نفر، که بالاخره سازماندهی هم وقتی صحبتش میشه منظور بودجه و امکانات حکومتی هستش. خب الگوهایی از فعالیت‌های اینا البته به کرات مورد بحث قرار گرفته و دیگه رمز پنهانی نیست. یعنی تعداد زیادی از اکانت های بدون نام، یعنی بدون مشخص بودن هویت شخص، که در فضای مجازی فعالیت میکنن، یک مطلب رو در واقع روش تاکید میکنن، یک حرف رو میزنن، بعضا حتی یک متن رو با یک عبارت پخش میکنن. و خب اینی که با اسم مستعارم فعالیت میکنن، خب خود اینم معنی داره دیگه. چون مثلا اگر کسی منتقد یا مخالف جمهوری اسلامی باشه،
ممکنه بگه که به خاطر حفظ امنیت خودش داره با هویت غیر واقعی فعالیت میکنه، ولی چرا باید در مثلا ایران کسانی که دارن از جمهوری اسلامی میگن که دارن دفاع میکنن اونها باید هویت خودشون رو پنهان کنن؟ پس یک حرکت سازماندهی شده ای هستش که به نظر میاد که به هر حال جنبه های پنهان جدی هم داره. اینها البته همونطور که گفتم چیزهایی نیست که خیلی پنهان باشه، خیلی در فضای رسانه‌ای مورد بحث قرار گرفته این مطالب، ولی یه بین سطوری هم داره داستان که از مطالعه الگوی فعالیت اصطلاحاً این فعالین سایبری میشه بهش پی برد. مثلا اونجایی که حساسیتشون بیشتره، خب هویت خودشون رو اینها به عنوان فعالین یا کاربران مذهبی طرفدار جمهوری اسلامی تعریف میکنن، قاعدتاً ذهن به این سمت میره که پس لابد باید روی اون چیزهایی که اصطلاحاً مقدسات شیعه تلقی میشن اینها حساسیت بیشتری داشته باشن، جزء خط قرمزشون باشه. ولی واقعیتش اینه که مطالعه الگوی رفتاری اینها نشون میده که اون جایی که حساسیت بیشتری واسه شون داره پروژه های خودشون هست و نه مثلا اون چیزهایی که مقدسات تلقی میشه. البته حکومت نسبت به اون مسائل، یعنی ارگان‌های رسمی حکومتی، حساسیت دارن. هر از گاهی هم با یک کسانی میگن برخورد کردیم، حالا اگر مستنداتی هم نداشته باشن وادارش میکنن که حالا بیاد یه چیزی علیه خودش اعتراف کنه اینا. ولی ما داریم راجع به فعالین سایبری صحبت میکنیم. اگه بخوام ساده بگم اینجوری میشه، اگر در جای شما میدونید که در مثلا فضای توییتر خیلی از مطالب منتشر میشه که اینها در واقع نقد خیلی تند هست نسبت به مذهب، مقدسات اصطلاحا مذهبی و امثال اینها، در جاهایی که این مطالب عنوان میشن این فعالین سایبری خیلی کم ظاهر میشن که مثلا از مقدسات خودشون دفاع بکنن، میانا ولی در یه حد خیلی محدودی. ولی اگر یک جایی ذکر بشه که مثلا این پروژه خاص برای چی پول صرفش میشه، این مجموعه خاص داره چی کار میکنه بر روی فضای مجازی، این سایت خاص توجیه فعالیتش چیه، یا اینکه چنین پول‌هایی برای چی داره خرج میشه، در اینجا به صورت جهادی میان وسط، یعنی به صورت انبوه میان و به شدت حمله میکنن. و اینجا یکی از جاهایی هستش که خب نشون میده که الان دیگه قضیه حتی شاید بخش مهمیش جنسش جنس ایدئولوژی نیست، دیگه جنس در واقع روابط مالی هست و گردش سرمایه هست. ممنونم از حسین باستانی همکارم اینجا در استودیو. بعد یادآوری بکنم که مطلب مشابهی در همین زمینه آقای باستانی خودشون تولید کرده بودند، یک مستند که بسیار هم مورد توجه قرار گرفت بر روی بی بی سی هست، میتونید این مستند رو ببینید به اسم بهتان برای حفظ نظام. اما چند روز پیش خبر بازداشت دختر جوانی منتشر شد که او را دانشجوی قلابی خوانده بودند. بعضی از رسانه‌های داخلی ایران گفتند که او خود را دانشجو جا زده بود و در کلاس‌های رشته دندان پزشکی شرکت می‌کرده. او بعد از آن با انتشار ویدیویی گفت که دانشجوی قلابی نبوده و به خاطر داشتن سوابق درخشان علمی توانسته از یکی از مسئولان دانشگاه مجوز افتخاری بگیرد. اظهارات و خبرهای بی بی سی، خبرهای که بی بی سی اون رو تایید یا رد نمی‌کنه. این خبر و حرف‌ها در مورد اون در فضای مجازی بحث‌های زیادی رو مطرح کرده، موضوعی که در کنار آن پدیده فروش صندلی دانشگاه‌ها رو هم پیش کشیده. مهدی بیگی گزارش می‌دهد. رها کن دیگه قصه ها تو، بدون قدر لحظه ها تو، به خدا. تحصیل در یک رشته خوب و در یک دانشگاه خوب، دغدغه یا شاید رویای جوانهای جویای علم، موضوعی که در سالهای اخیر به ویژه در مورد رشته های پزشکی پررنگ تر شده. برای بسیاری تنها ورودی اینجاست. کنکور، آزمونی سرنوشت ساز که برای بعضی دوراهی تحصیل و سربازی و یا تحصیل و بازار کار و یا در مواردی هم دوراهی تحصیل و ازدواج است. اما آیا کنکور راه مناسبی برای سنجش سطح سواد دانش آموزان و ورود آنها به دانشگاه هاست؟ سال هاست که در این مورد بحث می شود. دل بسیاری از دانش آموزان خون است. نظر مسئولان اما متفاوت. وزیر آموزش و پرورش فعلی از مخالفان است. پدیده کنکور که
منحصرا در انتهای این جریان آموزشی قرار گرفته و تمام نظام آموزشی ما رو به گروگان گرفته است، چون تمام تحرکات و فعالیت ها نهایتا در سنجش از یک بعد مورد ارزیابی قرار میگیره و سایر ابعاد مورد قفلت هست. من البته هیچ اظهار نظری نمی کنم، یعنی من واقعا کارشناس این قضیه نیستم. رهبر ایران هم 4 ماه پیش از مسئولان خواست مسئله کنکور را بررسی کنند. لیکن کارشناس‌های آموزش پرورش بشینن فکر کنن ببینن واقعا این کنکور بودنش نبودنش به همین شکل بودنش تغییر پیدا کردنش، حالا که دانشگاه‌های ما میگن ما صندلی خالی داریم. صندلی‌هایی که حالا عده‌ای شایعه فروششان را مطرح می‌کنند. شایعه‌ای که دلهوره شرکت کنندگان در کنکور را دوچندان کرده. البته وزیر علوم وجود چنین پدیده‌ای را به کل انکار می‌کند. پدیده‌ای به عنوان فروش صندلی در دانشگاه‌های زیرمجموعه خود نداریم، چرا که این موضوع جرم و تخلف محسوب می‌شود و وقوع چنین پدیده‌ای در زیرمجموعه ما امکان ندارد. از وزیر علوم انکار، اما از وزیر بهداشت اصرار. 3 ماه قبل پس از مقابله با اخلالگران در حوزه دارو، دستور برخورد با جریان‌های فساد در کنکور پزشکی و فروش صندلی دانشگاه را هم صادر کردم. تا کنون نتایج مهمی حاصل شده و به زودی به قوه قضاییه ارسال خواهد شد. عوامل قدرت و فساد در هر سطح و جایگاه بدانند ما تا آخر این راه را خواهیم رفت. آخر این راه کجاست و به چه کسانی میرسد؟ احتمالاً کسانی که قبولی در کنکور آخر راهشان بوده برای دانستنش از همه مشتاق‌ترند. رتبه 283 هنرم منطقه 2، رتبه زیرگروه هم 195 شده، همه انتخابارم انجام دادم ولی هیچ قبول نشدم. 1300 شده منطقه 1، 100 تا انتخاب رشته کردم، همه تقریبا همه ایران هم زدم، هیچ کنون قبول نشده، مردود شدم. اینکه کسی بتواند با پول بیش از 1 میلیون نفر را دور بزند و یک راست برسد به آخر راه، کام آنهایی را حسابی تلخ می‌کند که شب بیداری کشیده‌اند و درس خواندند. اما خرید صندلی تنها یکی از راه‌هایی است که منجر به این بی‌عدالتی شده. بعد اون 700 نفر باباهاشون کاره‌ای بودن؟ اونایی که کاره‌ای بودن در خدمتشون هستیم یه سال دیگه تو ایران. مجید حسینی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، چندی پیش در برنامه حالا خورشید از پدیده دیگری خبر داد که شنیدنش ممکن است خون هر بچه درسخوانی را به جوش بیاورد. شما ببینید قانون رو من از روش بخونم. برای انتقال همسر و فرزندان اعضای هیئت علمی، یعنی یکی مثل من و فرزندان مأمورین ثابت دولت جمهوری اسلامی شاغل به خدمت در خارج از کشور، درسته؟ یعنی دیپلمات، درسته؟ ضمن رعایت سایر شرایط جهت متقاضیان دکترای عمومی، گذراندن حداقل 36 واحد رسمی در نظام واحدی و یا 1 سال تحصیلی در نظام سالانه مبدأ لازم است. تمام شد. 36 واحد بگذرون. تو یعنی چی؟ بعد بیاد. ببینید، خب پس اون 640 هزار نفری که پشت کنکور 5 سال 6 سال افسرده میشن چی؟ خب دکتر این قانون رو چرا کسی اصلاح نمی‌کنه؟ نفع چه گروهی توشه که این قانون اصلاح نمی‌کنه؟ سوالم اینه کسی چرا این قانون تصویب شده؟ سوال‌های خوبی است و به نظر جواب‌هایی هم در راه است. ساعتی پیش وزارت بهداشت اعلام کرد که 211 نفر از افرادی که با ارائه مدرک جعلی می‌خواستند وارد دانشگاه شوند، شناسایی و به قوه قضاییه معرفی شدند. چرا بچه من اجازه داره زابل قبول بشه بیاد دانشگاه تهران بشینه؟ چون من هیئت علمی‌ام. از فضل پدر تو رو چه حاصل؟ مهدی بیگی، BBC. تیم ملی والیبال ایران با پیروزی 3-0 در برابر استرالیا قهرمان شد. ایران در حالی امروز برترین عنوان 20مین دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی آسیا را از آن خودش کرد که در سال 2011 و در سال 2013 هم قهرمان آسیا شده بود. استرالیا تنها یک بار در سال 2007 عنوان قهرمانی رو کسب کرده. فرزاد فرادیان، بازیکن سابق تیم ملی والیبال ایران از خرونینگن در هلند با ماست. آقای فرادیان، اول ارزیابی بکنید چطور بود این بازی؟ عرض کنم حضورتون که امروز ما شاهد یک بازی کامل و بدون نقص از بچه های تیم ملی بودیم.
مرحله اول رو یه مقداری بعد شروع کردن، در مرحله اول به استرالیا باختن، شاید علتش خستگی مسابقات قبلی بود، ولی امروز واقعا بچه های ما یک بازی کامل بدون اشتباه رو انجام دادن و همونطوری که شما فرمودین واسه سومین بار تونستن قهرمان آسیا بشن. وضع ایران در المپیک چطور میشه برای راهیابی به المپیک؟ فکر میکنید که دیگه الان دست کم در آسیا وضعیت بسیار خوبی داره و در این سهمیه؟ ببینید، همیشه ما گفتیم که در حال حاضر کلاس ایران یک کلاس جهانی از آسیا خیلی بالاتره و امروز هم بچه های ما ثابت کردن. البته مسابقات انتخابی المپیک در دی ماه در گوانجو چین برگزار میشه. 8 تیم برتر این مسابقات که ایران، استرالیا، کره جنوبی، ژاپن، چین تایبه، هند و پاکستان هستند، دوباره در مقابل هم قرار میگیرن و تیم قهرمان این مسابقات مستقیم به المپیک میره. البته همونطوری که میدونید مسابقات مقدماتی یا اولیه المپیک 6 تیم برتر مستقیم به المپیک راه پیدا کردن و طبق اعلام فدراسیون جهانی قهرمان هر قاره جواز حضور در المپیک ژاپن رو به دست میاره. فرزاد فرهادیان، بازیکن سابق تیم ملی والیبال ایران، خیلی ممنونم از حضور شما در برنامه و ممنونم از شما که تا این لحظه برنامه 60 دقیقه رو تماشا کردید. شب و روز بر شما خوش.